روی موج، رادیوی ادوینتیستی در آسیا. سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی، که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. بخش سوم نوری معرفت. رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس. پس با ما باشید. صدای امید با نوای امید. دلیل ها از عالم نباتات. خداوند در طبیعت برای سلامتی ما همه چیزها را مهیا ساخته است. عالم ناتکرار و رنگارنگ نباتات با خواص های مفیدش برای شما و خانواده ایتان. اگر شما خواهان این باشید که بدنتان فعالیت خوب داشته باشد، پس آن را با غذای سالم تامین نمایید. چهار مغز هندی. چهار مغز هندی نوعی از چهار مغز تروپیکی می باشد. از مگنزیم خیلی غنی است. چهار مغز هندی یکی از چهار مغزهای با ارزش می باشد. خود همین دلیل که او را در اقلیم تروپیکی می روید، ارزش و جاذبه‌ناکی آن را می افزاید. خصوصیت ها و نشانداد ها. چهار مغز هندی ترکیبش روغنی دار با مزه شیرین گوارا می باشد. او از اسیدهای روغنی ناصر با مانند ویتامین B1 و B2، اسید و معدنهای مثل مگنزیم، پتاسیم، آهن و فسفر از غنی می باشد. چهار مغز هندی میان عالم رستنی ها از جهت بلندی ترکیب مگنزیم مشهور می باشد. نشان دهنده از این زیاد تنها در دانه های آفتاب پرست می باشد. گوشت، شیر و تخم در ترکیبش مگنزیم کمتر دارند. نه بیشتر از 24% مگنزیم براوند مبادله ماده ها جلب شده است، ولی مخصوصا برای انتقال نبض عصب مهم است. نارسایی مگنزیم عصبانیت،
خشمگینی، حتی تب لرزه را می افزاید. چهارمغز هندی از مگنیزیم، ویتامین B1 و B2 که فعالیت سیستم عصب را در تعادل قرار می دهد، غنی است. استفاده چهارمغز هندی توصیه می دهند، هنگام عصبانیت، فشار، افسردگی، رگکشی عضوهای تناسلی، روده بزرگ، بچه‌دان یا رگهای ارتریوی قلب. چهارمغز هندی از ویتامین های گروه B، مگنیزیم، فاسفورس غنی می باشد. همه این ماده های غذاناک برای فعالیت درست سیستم عصب مهم است. طرز آماده کردن و استفاده بری. چهارمغز های بریان کرده شده. این را شور و بی نمک همچون چهارمغز زمین و دیگر چهارمغز ها استفاده می کند. میوه پرمغز. این پایه کمی مزه ترش داشته، تر و تازه به شکل شربت، مربا یا جوس استفاده می کند. شربت باید زود نوشیده شود چون که آن را نگاه داشتن مشکل است. چهارمغز ناریال از منرال غنی می باشد. درخت ناریال رسنی حیرت انگیز و جان سخت است. مقاومت آن نسبت به دیگر درختان در مقابل آفتهای طبیعی بیشتر می باشد. با تزریق تندباد تروپیکی هم می شود ولی ارتباط را با زمین از دست نمی دهد. چون طوفان می گذرد درخت خوشقامت دوباره راست شده گویا هیچ چیزی رخ نداده است. در جاهای تفریح و آفتابگیری شناوران نمایان می گردد. تعجب‌آور است که تخم چهارمغز ناریال قابلیت صدها و حتی هزاران کیلومتر شناکنی در بحر را دارد. در این حال هم نیش زدن را گم نمی کند. عجب نیروی حیاتی را این درختی در ظاهر نفیس صاحب است. به سانسکریت زبان هندی قدیم درخت ناریال را درخت حیات بخش می نامیدند و این موهابات ها یا مزخرف نیست. خوب معلوم است که چندین نسل ساکنان جزیره پالینیزیا مستثنا به واسطه ناریال زنده مانده اند. ناریال طلبات نوشاکی و خوراکی را قانع گردانده و نیز برای تناب و مسواک دندان استفاده می شود. تنه و برگ های درخت ناریال در بافندگی و حتی ساختن خانه ها به کار می آمد. قوه های حیاتی و استواری ناریال به خاصیت های مفید طبی این درخت کمیاب اشاره می نماید. خصوصیت ها و نشانداد ها. ترتیب مغز ناریال تغییر یافته از درجه پخته شدن آن وابسته می باشد. وقتی حاصل آن 6 یا 7 ماه است. مغزش ایتالمانند و آبی بسیار دارد ولی دارای کالوری کم می باشند. و اندازه پخترسی مغزش سخت شده در ترکیب آن آب کم می گردد. اما ماده های غذایی نسبتاً قوی می شوند. تا این لحظه آن در تناسب اعلا کربوهیدرات ها 6.23%، پروتین ها 3.33% و نمک منرالی از جمله مگنیزیم، کلسیم و فاسفورس را داراست. از بس که اکثریت اسیدهای روغنی در ترکیب ناریال پر اند، بسیار متخصصان حساب کرده اند که آن به تشکل کرستالون مساعدت می نماید. لیکن اکثریت اسید روغنی ترکیب ناریال خاصیت کمیاب را داراست. مالیکول های آنها از 6 تا 14 اتم کربوهیدرات ها دارند. امروز معلوم است که زنجیره های کوتاه و میانه های اسید های روغنی سطح کلسترول را زیاد نمی نمایند. نوابسته به آن خیلی زیادند. این خصوصیت آن را از روغنی حیوانات فرق می کند که دارای اسید های روغنی اضافی بوده، سطح کلسترول را در ارگانیسم انسان بلند می کند. آماده کنی و استعمال. مغزی پخته، آن را خام یا سایده ریزه کرده، پخته جوشانده و یا در ترکیب طعام‌های مختلف خورد. مغزی ایتالمانند، آن را از ناریال می گیرند و قاشق از ناریال باز کرده می خورند. آن همان کالوری ها را نگاه می دارد. که ناریالی رسیده به خود دارد، تنها با تجمع کمتر آب ناریالی مایع در داخل ناریال نگه داشته، هر قدری که حاصل سبز است همان قدر آب فراوان دارد.
آب ناریال بسیار خوب تشنگی را رفع می کند. درباره شیر ناریال نوشیدن تراوت بخش و پرکالوری است. آن را با علاوه کردن آب و شیر گاو می توان آماده کرد. مغز ناریالی در آفتاب خشک شده می باشد. روغن ناریال آن با طرز صناعتی با راه کارکرد مغز ناریال تحت فشار بلند آماده می شود. ثروت واقعی سلامتی است. نقد هوای طلا و نقره. مهاتما گاندی. شنوندگان عزیز، پس بیایید حیات خود را با سلامتی و خیرات زیور بخشیم. برنامه های ما ادامه دارد، پس با ما باشید. من قرار دادم که سلامتی متداوم داشته باشم. تو هم کوشش نما. این برنامه درباره آن است که زکیه هنگام پاک کردن خانه کتابچه خاطراتش را یافته با خواندن آن شروع می کند. او در قسمت اول روزنامه درباره آن می نویسد که مشکل اضافی وزن دارد و تصمیم گرفته است که سلامتی خود را بهتر کند و به سفر فرانسه که آنجا برای ادامه تحصیل می رود آماده شود. به اندازه دلخواه غذا خوردن و کم کردن وزن امکان پذیر است. برای وزن مناسب داشتن لازم نیست با گرسنگی خود را عذاب دهید. به این شک داری؟ اطمینان دارم اگر سخنان مرا بشنوی شک و شبهت از بین می رود. 13 اگست 2000 روزی یک شنبه. سلام روزنامه. بالاخره یک شنبه هم فرا رسید. روزی خوب است همین قسم نه؟ ولی برای همه نه. به طرز دیگر کردن زندگی و زیبا ساختن اندام و من نگاه کرده هموطاقیم تصمیم گرفت که پرهیز کند. او حتی از من کمک نخواست. نپرسید با کدام طریق من این نتیجه را به دست آوردم. یک و یک باره خلاصه گرفت که به او تنها قحطی یاری می رساند. من همه اینها را از سر گذراندم. وقتی می بینم که خود را رنج و عذاب می دهد، می خواهم با او تجربه از گذرانیده خودم را شریک کنم. برای کم کردن وزن اضافی یا باید کالوری که به ارگانیسم داخل می شود کم کنیم. یعنی کمتر بخوریم. یا خرج کالوریش را زیاد. فعالیتی بیشتر کردن. من هر دوی این طریقه را یک جا کردم. اول با سیر و گشت سبکی آشنا شدم و برای این مشوره گرفتم. این مشق فعال است. برای همین عجله نکرده آهسته آهسته شروع کردن لازم است. مقصد اساسی سرعت نیست، مسافه طی نموده است. می توان با 5 دقیقه و یک چند بار در یک روز شروع کرد. در روی خط مفید در جای دوم آبازی می باشد. البته به من غذا هم لازم بود که وزن اضافی خود را پرتابم. ولی در برابر این مستحکم کردن سلامتی، قوت گرفتن، خطر مریضی ها و مصرف خوراک را کم کردن نیز هدف من بود. می خواستم طوری لاغر شوم که احساس گرسنگی نکنم و چی طوری که تو می دانی این امکان داشته بوده. اگر تو هم مثل من خوردن را دوست داری و می خواهی وزنت را کم کنی، پس توصیه های کتاب کلیدی سلامتی را در خاطر نگه دار. بسیارتر نوعهای سبزیجات را استفاده نما. یک چند نمو سبزیجات را مخلوط کرده و از خوردن هر نوع غذاهای ضررآور خود را دور بساز. غذاهای مختلف را استفاده نما. به آنها مقدار زیادی، بیخ میوه ها، بوته ها و سبزیجات را علاوه نما. کچالو، کدو، لوبیا،
نسک و غیره. از این موادهای خوراکه یک غذای با لذت پختن امکان دارد. میوه ها را تازه استفاده نما. نان و محصولات غله باید از آردی درشت آماده شده باشند. خوردن چنین محصولات طبیعی احساسی سیری می بخشند. طعم همه نمودی مواد غذایی ضروری را می دهند. گذشته از این کالوریشان پایین است. کمتر بخور. محصولات تازه کرده شده یا سرخ شده، محصولات های کارکرد شده و محصولات غلیظ کالوری زیادی دارند و نرخ شان هم گرانتر هستند. همزمان در آنها مواد غذایی و حجیره ها کمترند. چهار مغز استفاده نکن. خوردنی گوشت، چرب ها و محصولات شیرین را محدود بساز. گرچند آنهای غذای قوی اند، از خوردنی کمی آنها کالوری زیاد میگیری. آنها حجره ها ندارند، ولی مقدار زیادی چرب و کلسترول ضررسان دارند. همه نوع آیسکریم های مورد علاقه ما از همین قطارند. مثلا در ترکیب گوشت و پنیر 60% و 80% روغن وجود دارد. غیر از غذای سالم و فعالیت جسمی، توصیه های دیگر را نیز در خاطر نگاه داشتن امکان دارد. آب در یک روز از 6 تا 8 گلاس آب عادی آشامیدنی نوشیدن ضرور است. نوشیدنی ها دلخواهت را برای محفل های خاص یک طرف بگذار. 3 و یا 4 ساعت پیش از خواب غذا بخور. غذای شبت را از روی امکانیت با یگان غذای سبوک یا میوه عوض بکن. محصولات مشکل ایجاد کن را نخرید. آن وقت برای خوردنش دلتان ویران نمی شود. سر وقت خواب کن و خوب استراحت کن. برای راحت بودن تمام امکانیت ها را فراهم بساز. بسیارتر در هوای باز برو، فضای خانه ات را زود تبدیل کرده، درست چقور نفس کشیدن را یاد بگیر. هر روز حمام آفتابی بکن، ولی بی تعصب. آفتاب را به خانه ات راه بده. احساسات منفی را در وجودت پر نکن. روحیه مثبت گروی سلامتی شماست. نگذار که استرس، افسردگی و ناامیدی زندگی تو را برباد دهند. هنوز 6 عصر پیش از میلاد عالم مشهور پیفگار گفته بود: بهترین ها را انتخاب کن، عادت آن را به آسان و مورد پسند تبدیل می دهد. من از توصیه او سوء استفاده کردم. تو هم می تانی به آسانی این کار را انجام دهی. گرامی‌ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بی‌نیازی عقل است. افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا. اینجا ما می توانیم برای خود از کلام خداوند حقیقت ها را دریابیم. با تعیین کردن حوادث آینده و افتتاح راه نجات در صفحه های کلام مقدس، حق تعالی ما را تنها نگذاشته است. ما شما را به آموزش این گنج بی‌بها دعوت می نماییم. اکنون با هم میشنویم که خداوند چیزی را به آدمان آشکار و تعیین کرده است. وحی امید بخش. انسان ها می خواستند او را سرور خود دانند،
تا ایشان را از اسارت رومیان نجات دهد. حتی چند روز پیش از مصلوب شدنش، مردوب او را با تنتنه اورشلیم پیشواز گرفتند. آنها گمان داشتند که او سلطنت جلال را برقرار می نماید. لیکن او بهر آن نامده بود تا اینکه در تخت زمین بنشیند و حکمران باشد. بلکه آمده بود برای گناه های انسانیت مصلوب شود و سلطنت فیضی خدا را برقرار نماید. در دوام زندگی زمینیش او فیض و برکت پدرش را به مردم آشکار می کرد. مرگ از او می گریخت. در بسیاری از مراسم جنازه که او اشتراک می کرد، عزاداران را به خانه خوشنودی تبدیل می کرد. مرده ها را زنده می کرد. مرگ او به جهانیان زندگی بخشید. بیایید به 2000 سال قبل به آن جایی که خدا محبتش را به عالمیان نشان داده بود می رویم. ما در قصر پیلاتوس قرار داریم. در آن جایی که به سر مسیح تاج خاردار مانده بود. می گذارند خارهای آن تاج سر عیسی را خون‌آلود کرده قطره های خون بر رویش سرازیر می شود. به درد جانسوز که در چشمانش انعکاس یافته بود بینگرید. میشنوید صدای ضربه تازیان عسکران رومی که به پشت عیسی می زدند. شخصی پارسا همچون گناهکار محکوم شده بود. به این صحنه بینگرید. بگذار او به قلب شما تأثیر کند. کیست آن کس که چنین عذاب می کشد؟ بینگرید که چگونه بیرحمانه عسکران رومی و دستان او میخ میکوبد. آن دستانی که آفتاب و ماه و ستارگان را آفریده است. کیست آن شخص در آنجا مصلوب شده است؟ کیست آن شخص که دستان و پاهایش میخکوب شدند؟ و کیست آن شخص که جرم تمام جهان را بر دوش خود برداشت؟ آیا از چنین محبت فرار کرده میشود؟ آیا می توان از آن خدایی که بی نهایت ما را دوست دارد روی گردانید؟ آیا می توان از آن خدایی که می خواهد ما را نجات دهد به آن پناه برد؟ چنان که در انجیل از یوحنا باب 3 آیه 16 که قبلا ذکر شده بود آمده است. زیرا خدا جهان را چنان دوست دارد که پسر یگانه خود را داد تا هر کی به او ایمان آورد تلف نشود بلکه زندگی جاودان داشته باشد. شما می توانید زندگی جاودان داشته باشید. در این آیه آمده است هر کی. در اینجا ذکر نشده است تنها اشخاص ثروتمند یا ناتوان. در اینجا گفته شده است تنها افراد عاقل و با حکمت و یا بی سواد. در اینجا گفته نشده است سفید پوست یا سیاه پوست. در اینجا نوشته شده است هر کی به او ایمان آورد زندگی ابدی می‌یابد. عیسی ما را دعوت می‌کند که دیگران را ببخشیم. چنان که او بدون شرط می بخشد. مسیح ما را برای آن نبخشیده است که آن را ما سزاوار گشته باشیم. بلکه بخشیدن در فطرت او بود. او خداوند بخشنده و رحیم است. چندین سال قبل در روند جنگ شهروندی بود و آنجا از طرف ازدحام و خشم آمده یک خادم مسیح با دو پسرش را به قتل رسانده بود. او با چشمان خودش دید که چگونه یک جوان با خنجر پسرانش را به قتل رساند. با سپری شدن 3 سال باری این زن با قاتل پسرش سر خورد. لیکن به جای حس انتقام نسبت به قاتل فرزندانش او رحم و شفقت را حس می کرد. و در دوام سالهای بعدی با زحمت و محبت که آن زن به آن جوانی گمراه بخشید او تغییر کرد و راه راست را به پیش گرفت.
هرگز او را کسی چنین زیاد دوست نداشته بود. هنگامی که ما به نزد عیسی مسیح می آییم و محبت او را درک می کنیم، می بینیم که کسی ما را چون مسیح دوست نمی دارد. بیشتر ما را کسی دوست می دارد که ما را خوب می شناسد. رحمت و بخشش های او همین لحظه برای ما مهیاست. بین ما و راه نجات یک فاصله به نام خواهش وجود دارد. بیایید میشنویم که کلام مقدس چه میگوید. وحی باب 22 آیه 17 و روح و عروس می گوید بیا، و هر که می شنود بگویید بیا. بگذار تشنه بیاید، و هر که بخواهد آب زندگی را به طور رایگان به دست بیاورد. آیا شما تشنه محبت او هستید؟ آیا شما تشنه آمرزش و رحمت او هستید؟ آیا شما چنان تشنه اید که فیض او را در هر لحظه بیشتر خواهانید؟ آیا شما نزد صلیب از آن جایی که تمام مشکلات را حل می کند آمدید؟ چرا این را همین حالا نسازیم؟ به نزد قهرمانی اساسی کتاب وحی آمده، او را همچون خداوند خیش پذیرایی نمایید. اگر شما با اراده کامل آمده باشید، زندگی خود را به او ببخشید. اگر باری شما او را قبول کرده بودید لیکن دوباره از او دور گشتید، باوری کنید او شما را می جوید تا اینکه به نزدش بازگردید. او تشنه آن است که شما دوباره به نزدش بازگردید. او بی شما رنج می برد. امنیت و خوشنودی او از آن شما خواهد شد. اگر شما یگان بار عیسی را قبول نکرده اید، می توانید همین حالا به او ایمان آورید. به شما زندگی ابدی را پیشنهاد می کند. یوحنا باب 6 آیه 37 عیسی گفته بود هر یک نزد من آید به در نخواهم راند. او هرگز شما را نخواهد راند. پس به او جواب دهید خداوند را نزدت می آیم. شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به لاح پاک می سپاریم.